سلام بچه‌ها، در چه وضعی هستین؟ با یه ویدیوی دیگه میخواییم بریم سراغ نکات چین. امروز نکاتش بیشتر در مورد آقایون هست، شیطنت آقایون، که آقایون ایرانی دوست دارن، نه همشون، بعضیشون که شیطونن، هر کشوری میرن یه شیطنتی بکنن. در رابطه این مسئله، در رابطه این شیطنت یا رابطه های جنسی تو چین، میخوام بهتون بگم بحث رابطه جنسی در چین بسیار مسئله خطرناکی هستش. این رو در نظر داشته باشید. قانون اسکورت سرویس یا رابطه جنسی، یعنی رابطه جنسی با یک خانم فاحشه یا تنفروش، دقیقا قانونش مثل قانون سوئد میمونه. جرم مطلقه، یعنی یک جرم بزرگ به حساب میاد، جرم مطلقه. و اگر شما در کشور چین، حالا تو هتل باشید یا مثلا تو خیابون دنبال این چیزا بگردید، قطعا مردم یا واکنش منفی نشون میدن. و اونایی که خب به قولی اینترنشنال ترن، مردمی که با خارجی‌ها در ارتباط بودن قبلا، به شما خیلی تاکید میکنن که این کار رو انجام ندید. و حتی با اون به قولی زبون دست پا شکسته انگلیسیشون، که حالا در حال حاضر خیلی بهتر شده، چینی ها انگلیسی بهتری صحبت میکنن، به شما میفهمونن که این جرمه و خیلی دنجره، خیلی خطرناکه و اگر کنی شما میگیره عواقب سنگینی برای شما داره. حتی اگر تو هتل این اتفاق بیفته، قطعا برای شما گرون تموم خواهد شد. و به خاطر همین شما اگر دنبال همچین چیزی هستید، بدونید که بحث اسکورت سرویس و رابطه جنسی توی چین با زنهای چینی یا هر زنی که اونجا اقدام به بحث تنفروشی بکنه، یک جرم بزرگ و امکان داره طرف دستگیر بشه، امکان که احتمال زیاد داره که دستگیر بشه و عواقب سنگینی براش ایجاد میشه. خواستم این نکته رو بگم که شما این مسئله رو در نظر داشته باشید. مرسی، بریم سر ویدیوهای بعدی در رابطه نکات چین. ارادت، خداحافظ.